سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپ کورن مدیا. با گذشت یک هفته از انتشار قسمت 8 سریال خانگی داریوش، عصر دیروز خبر رسید که با سحر دولتشاهی بازیگر، نوید محمودی تهیه کننده و فیلم نت پلتفرم پخش کننده این سریال برخورد قضایی شده. اگرچه اعلام نشده که این برخورد قضایی دقیقاً یعنی چی و تشکیل پرونده، تفهیم اتهام، بازپرسی یا دقیقاً چی انجام شده. ماجرا به سکانس آخر قسمت 8 داریوش برمیگرده که سحر دولتشاهی توی خونه آهنگ میذاره و آتش تقی‌پور که نقش پدر آلزایمریش رو بازی میکنه داره میرقصه. خود شخصیت ساقی یا همون سحر دولتشاهی هم از دور یکم سر و گردنش رو تکون میده و یه قر ریزی میاد. این صحنه در طول هفته گذشته توی شبکه‌های اجتماعی خیلی دیده شد و با توجه به جایگاه سحر بین علاقه‌مندان سینما حسابی وایرال شد. با این حال بعد از انتشار خبر اخیر بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتن اصلا چرا باید با بازیگر برخورد بشه؟ بازیگر همیشه یه مهره است در دست نویسنده و کارگردان، هرچی اونا بگن انجام میده. هر سریال یه تهیه کننده داره که صاحب پروژه است و پلتفرم پخش کننده که میتونه سریال رو سانسور کنه یا حتی اصلا پخش نکنه و در نهایت مسئولیتش با اونه. به هر حال این اتفاق یعنی غیر ریز یه بازیگر خانوم تا حالا توی نمایش خونگی فقط دو بار دیگه اتفاق افتاده بود که هر دوتاش به اوایل امسال برمیگرده. چند هفته پیش توی قسمت سوم سریال محبوبه در انتهای شب، شخصیت بهنام به خونه سالمندان میره و دست مادرش رو میگیره و چند ثانیه با هم دیگه میرقصن، صحنه‌ای که اونم کلی سر صدا کرد و در نهایت بعد از چند روز از خروجی پلتفرم فیلم نت حذف شد. جالبه که اونجا هم مثل داریوش شخصیت سالمند ماجرا آلزایمر داشت، ولی این بار دیگه آتش تقی‌پور و سحر دولتشاهی دست همدیگه رو نگرفتن و از دور با همدیگه رقصیدن. مورد قبل از اون هم غیر سمانه پاکتر توی سریال اوکازیون بود. این بازیگر توی یکی از قسمت‌های اول سریال وقتی آهنگ شمایی‌زاده رو میذارن یه خورده غیر میده که البته اونم با گذشت چند روز از انتشار سانسور شد و از خروجی پلتفرم نماوا حذف شد. ولی به اندازه دو موردی که در فیلم نت اتفاق افتاد، خصوصا رقص سحر سر و صدا نکرد. به جز اینجور رقص ها، جالبه که اخیراً بازیگرای مرد و زن سریال ها خیلی به همدیگه دست میزنن و این نکته که قبلا یه خط قرمز مهم توی سریال ها بود کمتر دیگه داره مورد توجه قرار میگیره. مثلا توی قسمت 12 زخم کاری دختر طلویی به اثبات سیلی میزنه. توی در انتهای شب اگر دیده باشین علیرضا داوود نژاد به صورت دخترش ماهی چک میزنه. تو یکی دیگه از قسمت‌های آخر مرداب هم مشتبه پیرزاده و ستاره پسیانی دست همدیگه رو گرفتن. خب به هر حال نظر شما درباره این اتفاقات چیه؟ از فضای بازتر نمایش خانگی نسبت به گذشته راضی هستین یا معتقدین که باید با این پلتفرما و سینماگرا برخورد بشه؟ حتما پای همین ویدیو برام کامنت بذار و بگو که در این باره چه نظری داری. کانال پاپ کورن مدیا رو سابسکرایب کن.